آقای فخرآور، درود بر شما. درود به شما جناب صدر عزیز و درود به همه ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. خیلی متشکر آقای شورتی، اگر صدا رو کمی بلندتر کنید متشکر میشم، اگر امکان داره البته. خیلی متشکر آقای فخرآور. در چند لحظه که قبل از آمدن شما بود از شما سوال کردم که روی اسکایپ که آیا شما مقدمه گفتار بنده رو شنیدید، گفتید که نشنیدید. من مجبور هستم که خیلی خلاصه و فشرده برای اینکه بتونیم در مقام شنیدن نظرات شما در این مورد به عنوان یکی از طرفداران بیچون و چرای آقای ترامپ، کدوم آقای ترامپ؟ آقای ترامپی که امروز شدیداً مورد گلگی و شکایت و شکوه همیهنان ما واقع شده و ملت رو بسیار بسیار از آنچه که فکر میکنید عصبانی تر کرده. یعنی تصور میکنن که اینجا باختن، تصور میکنن که اینجا یه مقداری به هر حال دیگه این بازندگیشون خیلی داره اذیتشون میکنه، به خصوص افرادی که آقای فخرآور تصورشون بر این بود که همینطور که شما بارها اظهار کردید و ادعای این مورد رو کردید که آقای ترامپ داره میاد که با آخوندها برخورد بکنه و اولین قدمی که خواهد برداشت اینطور خواهد بود، در عمل دیدیم که این برخورد با ملت ایران بود، مردم ایران بود، مردمی که یکی یکی نمونه های مختلف گفتم که مردمی که لااقل در جامعه آمریکا به عنوان ایرانی که آقای ترامپ باید ببینه و بدونه، لااقل بهش گفته باشن که این مردم و این ملت در حقیقت ایرانی ما در آمریکا امروز مصادر چه خدمات بزرگی هستند، در چه مقامات و موقعیت های بزرگی قرار دارن. لااقل اگر ما شروع کنیم از ثروت و از سرمایه هایی که سالها به 800 میلیارد دلار همینطور متوقف مونده بود، امروز از مرز تریلیون گذشته. آقای فخرآور، اجتماع پزشکان ما، تحصیل کردگان ما، نخبگان ما در فضا، در ناسا، در بسیاری از دوایر و سازمان های کامپیوتری و غیر کامپیوتری و سازمان های سازنده آمریکا که نقش مؤثری واقعا دارند و نه تنها در هیچ کدوم از این مسائلی که مربوط به تروریست و آدم کشی و این داستان ها که امروز بهانه این قضیه است نبودند، بلکه بر ضد اون بودند و نمونه هایی اشاره کردم از قبیل همدردی و همصدایی مردم ایران در واقعی برج دوقلوها که چطور گریستن، چطور شمع به دست آمدن و چطور همصدایی کردن. تنها کشوری که در آتش آمد، در حاکمیتی که روش سوار بود که تکون نمیتونست بخوره، اما آمد با اون اجتماعات همدردی کرد و اظهار تأسف کرد. و عرضم بزرگتون که بسیاری از نمونه های دیگه و همینطور عرض کردم که چون اینا رو باز تکرار میکنم که در مقام جوابگویی باشید جناب عالی، توضیح باشید. و اون این که زمانی که بعد یک مرتبه می‌بینیم که این کشور با این مشخصات و بعد نگاه می‌کنیم به جامعه زنانش، بانوانش، مبارزینش که هیچ کشوری در دنیا به خاطر نمیاره که یک چنین عظمت روحی و جسورانه‌ای از طرف زنهای یک مملکتی بر ضد اون رژیمی باشه که خود این کشور واقعا به وجودش آورد، بعد می‌بینیم که شده همتراز کشورهایی مثل عراق، سودان، سومالی، سوریه، یمن، لیبی و ایران هم جزوش. و بعد اونور قضیه میبینیم که عربستان، پاکستان، نمیدونم طالبان، داعش، این همه زاده های اونها و با کمال احترام هیچ گونه مشکلی هم اینها ندارند. در نتیجه جناب عالی آقای فخرآور عزیز که در این نه برنامه گذشته، نه فقط این نه برنامه بلکه در هر کجایی که شما ظاهر شدید، به خصوص اخیراً قبل از انتخاب رئیس جمهوری آمریکا یکی از طرفداران ریپابلیکن ها بودید و سرسختانه در زمانی هم که ایشون انتخاب شد در حقیقت خوشحال از این بودید که لااقل منافع ایران در این و مردم ایران در این ارتباط حفظ خواهد شد، ولی اولین قدم ما غیر از این دیدیم. آقای فخرآور با شما هستیم. خیلی متشکرم از شما جناب صدر عزیز برای توضیحات خوب و کاملی که دادید. قبل از هر چیز من یه عذرخواهی بکنم از ایرانیان عزیز، یه مقداری صدای من گرفته است به خاطر سرماخوردگی که حدود 3-4 روز بعد از ماجرای ایناگریشن و تحلیف ریاست جمهوری بهش دوچار شدم و احتمالاً دیگه تا امروز فردا رفت میشه. امروز هم نمیخواستم بیام برنامه، اما گفتم که بعداً این انگ نخوره که فرار کردیم از صحنه توی این جایی که اتفاقا همینم میشد، همینم میشد اگه نمیمونم. دقیقاً جای پاسخگویی و
بر همین زره رزم رو پوشیدم که معمولا من با کوچه‌وار هم توی برنامه‌هاتون نمیام جناب صدر، میدونید و من از داخل خونه معمولا با کوچه‌وار نمیام، ولی زره رزم رو پوشیدم برای اینکه امروز با هم یک چیزهایی رو به هم یادآوری بکنیم. همه مواردی که میگید درست جناب صدر. ما ایرانی ها برای دنیا، به دنیا نشون دادیم که مردمی هستیم متفاوت. ایرانی های مقیم آمریکا، ما حدود 6 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم و ایرانی های مقیم ایالات متحده آمریکا، بسیاری از نخبگان، پزشکان، مهندسان، وکلا، نویسندگان و توی تمام صنف ها اگر نگاه بکنید و همینجور در تجارت، تکنولوژی، توی همه زمینه ها میبینید ما تا فضا هم اسم خودمون رو ثبت کردیم و توی همین کنار گوشمون مرکز ناسا فیروز نادری عزیز رو داشتیم و انوش انصاری رو به فضا فرستادیم. ما خیلی کارها کردیم، اما آیا واقعا ما ایرانی ها میخوام خیلی بیرون در وایسی، بدون اینکه جوگیر بشیم، بدون اینکه تحت تأثیر احساسات قرار بگیریم، این موج طوفانی رو که الان حدود 48 ساعت جهت اطلاعاتون تریتا پارسی را انداخته، نایک، لابیستای جمهوری اسلامی در واشنگتن که حالا یتیم شدن، حالا با روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ بساطشون برچیده شده، اینها یتیم شدن و به اکتیویست ها پیوستن، لابیست های جمهوری اسلامی حالا شدن اکتیویست های صحنه های شبکه های اجتماعی. تریتا پارسی ظرف 48 ساعت گذشته تند و تند هی توییت کرده، هی توی اکانت های مختلف فیسبوکی و توییتری و یوتیوب و اینور و اونور شروع کرده پیام فرستادن که ای وای ما ایرانی ها را ببینید چگونه دارن خراب میکنند، آی ما ایرانی ها رو چه میکنند و چه نمیکنند، و آی نمیدونم اسقر فرهادی رو بهش ویزا نمیدن پس این الان کاندید شده برای اسکار، آی نمیدونم فلانی نمیاد و اون یکی نمیاد و همون جنجال هایی که قبلا راه مینداختن که ای داد بیداد که آی ببینید تحریم شدیم، دارو ندارن مردم ایران، غذا ندارن و تمامش دروغ بود و اینجا هم باز دروغه، کسی جلوی اسقر فرهادی رو نگرفته. اسقر فرهادی تا اونجایی که من شنیدم و یکی دیگه از بازیگرهای فیلمش اعلام کردن که خودشون نمیان در اعتراض به این تصمیم. اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا، میگم خارج از جوگیری ها، خارج از این که توی موج طوفانی که تریتا پارسی و لابیست‌های جمهوری اسلامی و اصلاح طلب ها برای ما ایجاد کردن، اگر بخوایم حرکت بکنیم و نگاه بکنیم، میخوایم ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا کار غیرقانونی انجام شده؟ آیا عزت و شرف ما ایرانی ها به خاطر این تصمیم ترامپ، پرزیدنت ترامپ زیر سوال رفته؟ یا اینکه ما ایرانی ها 38 ساله که عزتمون زیر سوال رفته بعد از اینکه 38 سال پیش همین روزها مزدوران شوروی در ایران در لباس روحانی و غیر روحانی بر کشور ما حاکم شدند و یک سال، کمتر از یک سال بعد از اون انقلاب مارکسیستی اسلامیستی به سفارت ایالات متحده آمریکا حمله کردند، گروگانگیری کردند، 444 روز والتر کرونکایت در حبل تلویزیونی آمریکا میکوبید، شما حتما خوب خاطرتون هست جناب صدر، میکوبید بر تبل، تمام رسانه های دنیا میکوبیدن که مردمی گروگانگیر، مردمی وحشی، مردمی فلان. انقلابیونی اومدن روی کار، امثال خامنه ای، موسوی خوینی ها که در خاتسلومون با در مسکو تعلیم دیده تا جاسوس شوروی باشن و ایران ما رو نابود بکنن، امثال هاشمی رفسنجانی، حالا من توی ادامه برنامه میخوام در اون مورد حتما صحبت بکنم و میخوام آقای شهرتی عزیز یک عکسی رو هم من فرستادم براشون اگر ممکن باشه اون رو هم فقط تمنا میکنم که آقای فروت، تمنا میکنم که ببخشید با یک دنیا عذرخواهی، ضمن اینکه شنیدنی است مطلبی که میفرمایید، ولی از حوزه محدوده اون سوالی که من کردم و اون موردی که هست خارج نشدم. من خارج نمیشم جناب صدر، ولی چون در جریان جنجالی که راه افتاده کاملا هستم و میدونم دارن با مردم ما چی کار میکنن الان، ذهنیت این 6 میلیون ایرانی خارج کشور رو چه جوری دارن تحریک میکنن این لابیست های جمهوری اسلامی، و چون خود من متخصص
جنگ روانی و بهتر بگیم متخصص خونسا کردن جنگ روانی رژیم های دیکتاتوری هستم. دارم براتون این مقدمه رو باز کردم تا برسم به مسئله. از کار اصلا کار غیر قانونی نیست. من براتون بخونم قانونی که وجود داره. سکشن 212 2012 از پارت F از Immigration and Nationality Act of 1952، قانونی که در سال 1952 برای ایمیگریشن در کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب شد. طبق این قانون دقیقاً گفته میشه که whenever the president finds that the entry of any بذارید من این فارسیش رو دقیقاً براتون بگم. میگه هرگاه رئیس جمهور ایالات متحده متوجه بشود که ورود مهاجران ممکن است به منافع ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا برای منافع آنها مشکلی ایجاد بکند، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این حق را دارد که به هر شکلی با هر درجه‌ای تا هر زمانی که دستور می‌دهد جلوی ورود مهاجران را بگیرد. این قانون 212 آقا صبر کنید، سال 1952 ببخشید، صبر کنید یک یکی با هم میریم جلو. اوکی. این قانون رو میگه رئیس جمهور میتونه که هر جامعه ای، هر عضوی، هر سازمانی، هر فردی که بیاد بر ضد منافع آمریکا بخواد کاری انجام بده جلوشون میگیرن. ما یک لحظه خیلی ساده برمیگردیم به 7-8 تا کشور عربستان، افغانستان، داعش و نمیدونم مادر خلف یا پدر خلف نمیدونم آقای بن لادن و نمیدونم کمک هایی که کماکان داره بهشون میشه، طالبان افغانستان و ده ها و صد ها حزب الله لبنان و اونا جزء منافع آمریکا نیستن، اونا ضدشون نیستن که امروز راهشون بازه آقای فخرآور؟ اتفاقا همین امروز صبح توی برنامه های تلویزیونی ویژه خبری روز یکشنبه آمریکا رایان پربیوس که رئیس در واقع چیف آف استاف دولت پرزیدنت ترامپ، یعنی در واقع رئیس کل دولت، پرسنل دولتی به حساب میاد، رایان پربیوس در همین مورد صحبت بسیار جالبی رو کرد و وقتی ازش کریس والاس همین سوال رو پرسید برگشت گفت ببخشید توی فیلم کنم NBC بود، آقای چاکتال ازش پرسید و همین سوال رو پرسید، گفت چرا خب عربستان، پاکستان اینها قرار داده نشدن توی این لیست، گفت اونها هم باید قرار داده بشن و ما روی اون هم کار میکنیم، اونها رو هم میاریم وارد میکنیم. اما حالا هنوز من میخوام از ایرانیان عزیز که موضع دفاعی نگیرند، صبر کنید، ادامه برنامه رو ببینید، با هم دیگه هنوز صحبت داریم در این مورد. من هم موافقم که باید عربستان و سایر کشورها وارد بشن. در حال حاضر این قانون برای کشورهایی گذاشته شده که گفته شده این دولت‌ها با دولت ایالات متحده آمریکا، با دستگاه ایمیگریشن آمریکا همکاری نمی کنن. وقتی که ازشون سوال میشه درباره بعضی افراد که آقا گذشته این افراد رو به ما بدید، همکاری بکنید با ما، این دولت ها، این 7 دولتی که الان ازشون ذکر شده توی این دستور جدید رئیس جمهور، توی اینها دولت ها همکاری نمی کنن با دولت ایالات متحده آمریکا، برای اینکه گذشته این افرادی که میان رو نمی کنن، ولی وارد بشن اینها رو بتونن. دولت ها همکاری نمی کنن، ولی مردم بایستی که زیر مصیبت بار عدم همکاری دولت هاشون باشن. خب این یک نوع به هر حال حالا اجازه بدید من بقیه‌اش رو پس بگم. اما بقیه ماجرا چی؟ اولا این قانون موقت، این قانون برای در درجه اول برای 30 روز بود، بعد اعلام شد برای 90 روز، بعد اعلام شد برای 120 روز. در واقع الان برای 120 روز این قانون گذاشته شد و برای اینه که ببینید یک چرخ اتومبیل پنچر و ما برای اینکه اتومبیل رو پنچرگیری بکنیم نمیتونیم همجور در حال حرکت بگیم که پس دولت آمریکا بیاد و این اتومبیل رو در حال حرکت پنچرگیری بکنه. نه، بعد اتومبیل بیسته و پنچرگیری بشه. خب بله، این وسط ممکنه هزینه هایی هم وارد بشه. من همدردی میکنم با همه عزیزانی که پناهندگانی که تو کشورهای مختلف دنیا هستن. خانواده خود من هم جزو این هست. من حتی یک نفر از اعضای خانواده‌ام با آمریکا نیبردم و اونها هم برخی از اعضای خانواده من در بیرون کشور هستن، منتظر هستن و خیلی های دیگه هم مطمئنم که این
مشکلات رو دارن، سالها منتظر بودن این مسائل بوده. اما باید درک بکنیم که این مشکل ما ایرانی ها همیشه غر میزنیم، همیشه میگیم چرا دولت آمریکا هیچ کاری نمیکنه، چرا دولت آمریکا این همه به نمیدونم درها رو باز گذاشته که همه مسئولین جمهوری اسلامی بلند شن بیان آمریکا با خانواده هاشون، این همه بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن، از اون ور به مردم فشار بیارن، هر جمعه وایسن توی نماز جمعه مرگ بر آمریکا بگن، از این ور تمام خانواده شون تو آمریکا دارن تحصیل و زندگی میکنن. نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیمیشون گرین کارت آمریکا رو دارن. خب سیتیزن آمریکا هم هستن، اومدن توی تمام این سالهای بعد از انقلاب توی این کشور دارن همه جور از همه طرف نفوذ میکنن. من میخوام اینجای صحبت قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، اگر اجازه بدید جناب صدر، من از آقای شهرتی کارگردان برنامه بخوام که یک فیلمی رو، یک دقیقه از یک ویدیو رو نشون بدن از یک جایی که زیاد از شما هم دور نیست جناب صدر عزیز. شما تا اونجا که من میدونم امروز صبح هم از اون سوال کردم، شما تو اورنج کانتی زندگی همینطوره درسته؟ بعد و خیلی دوست دارم شما همین فیلم رو ببینید تا ببینید در کنار گوش شما چطور با سوء استفاده از درهای باز کشور آمریکا در دوران 8 ساله، به خصوص در دوران 8 ساله اوباما، ببینید چه کردن و چطور در مقیاس بسیار گسترده مأمورین خودشون رو، مسئولین جمهوری اسلامی، خانواده هاشون، عرازل اوباش، بسیجی ها، همه اینها رو فرستادن به کنار گوش شما، فرستادن به تمام دنیا و توی آمریکا مخصوصا اون جاهایی که ایرانی ها زیاد زندگی میکنن، شما با حضور بسیار گسترده این افراد طرف هستی تا آقای شهرتی عزیز فیلم رو آماده میکنه. هفته گذشته من توی رستوران شمشیری توی واشنگتن نشستیم، توی رستوران به اتفاق یکی دو تا از دوستان، و من دیدم مجموعه از خانواده های ایرانی دست جمعی اومدن، تقریبا تمام رستوران رو پر کردن. کجا؟ توی ویرجینیا، چسبیده به واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا. همه خانم ها میدیدی با حجاب کامل اسلامی از نوع جمهوری اسلامی ایران، و از اون طرف هم تمام آقایون میدیدی با یقه های بسته، ریش های مخصوص مسئولین جمهوری اسلامی. و وقتی سوال کردم گفتم اینجا چه خبره، گفتن مهمونی مسئولین دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، تمام رستوران پر بود. و من اصلا سرگیجه گرفتم، مثلا غذا زهر مار شد، بلند شدم از رستوران اومدم بیرون، گفتم اگر ما قرار بود این صحنه ها رو ببینیم، که خب این صحنه ها توی تمام اون تکیه های خود جمهوری اسلامی، مردم ایران هر روز و هر روز شاهد این شکنجه ها و این صحنه ها هستن که این افراد چجوری خون مردم رو تو شیشه میکنن، پول مردم رو میدزدن، به ناموس مردم تجاوز میکنن و روی سر همین مردم هم سوار میشن. حالا اومدن رو سر همین مردمی که فرار کردن، اومدن توی آمریکا شاید بتونن زندگی رو به دور از اون رژیم داشته باشن، اینجا هم دوباره فرستادن مامورین رو سرشون سوار کنن. اگه اجازه بدید جناب صدر، این ویدیوی بسیار کوتاه رو ببینیم با هم. آقای شهرتی آمده است؟ در میان سب کنید، باید چند آنی سب میکنیم با کمال امید. اگر بگن چند دقیقه تا من بخش دیگه رو دوره ادامه بدم تا آماده میشیم برای ویدیو. در کنار در کنار در پیش چشم اخرت خب مراسم عزاداری تاسوهای حسینی بعد از سخنرانی و سینه‌زنی پایان پذیرفت و اختتامیه این مراسم پذیرایی از عزاداران محترم هست با شام، و عزاداران محترم بعد از دریافت غذاشون مرکز اسلامی اورنج کانتی رو ترک میکنن و مهیا میشن برای فردا روز عاشورا که روز مهمی هستش برای این مرکز، و برنامه های ویژه‌ای رو تدارک دیده این مرکز برای روز عاشورا. آقای فخرآور برگردیم. آقای فخرآور جانم، اگر دموکراسی هست، اگر محدودیتی هست، اگر بگیر بگیری هست، خب آقای ترامپ بیاد از همین اینجاها شروع بکنه. آقای فخرآور پوینتتون دقیقا، نکتتون کاملا درسته، ولی برای اینکه اصلا بدونن چه اتفاقی افتاده، حق دارن که از یه جایی بگن اوکی صبر کنید،
چند ماه صبر کنید، دندون رو جگر بذارید، چند ماه صبر کنید، بذارید ما ببینیم اصلا تو چه وضعیتی هستیم، ببینیم اصلا چی شده. توی این دوران به ویژه 8 ساله اوباما، حدود 2 میلیون مسلمان به آمریکا وارد شدن و اینها رو راهشون رو باز گذاشت به اوباما که بخوان بیان وارد بشن. خب وارد کردن مسلمان ها هیچ ایرادی نداره، ما ضد اسلام نیستیم، ضد هیچ مذهبی نیستیم و هر کی هر جوری که میخواد خدای خودش رو پرستش بکنه، اما اینکه 2 میلیون مسلمان رو وارد بکنن و این مسلمان ها بیان، نه فقط بیان وارد بشن، بلکه بیان و تلاش بکنن ارزش های کشوری رو که بهش دارن وارد میشن، اون ارزش ها رو بخوان تغییر بدن، بیان و شروع کنن حسینی های این چنینی راه بندازن. آقا اگر اینها میخواستن بیان مثلا بگیم اینا پناهنده هستن، من نمیدونم اسم این آدم ها رو که الان دیدیم، من خودم ویدیو رو الان نمیدیدم پخش شد حتما احتمالا، این آیا بگیم این آدم ها پناهنده هستن، آیا این آدم ها مثلا فرار کردن، بعد بگیم از رژیم دیکتاتوری شیعه ای که بر ایران حاکم شده و مردم رو داره شکنجه میکنه الان 4 دهه هست، آیا از اونجا فرار کردن اومدن، یا اینکه این برنامه‌ای که در این حسینیه ای که حسینی پولش رو داره رژیم جمهوری اسلامی میده، این مرکز اسلامی اورنج کانتی پولش رو داره رژیم جمهوری اسلامی پرداخت میکنه، این آقایی که به عنوان خبرنگار داره اونجا صحبت میکنه، این آقا یوتیوب چنلی رو که داره، یکی از اگر اشتباه نکنم 7 یوتیوب چنلیه که کانال یوتیوبیه که جمهوری اسلامی اینها رو به رسمیت شناخته، بهشون مجوز داده که حتی توی ایران هم به راحتی میتونن برنامه خودشون رو پخش کنن. جان بعد و خب اینها همه جور به نظر میاد که کارت سبزی رو از طرف جمهوری اسلامی هم دارن. حالا این افراد آیا پناهنده هستن؟ آیا به اسم پناهنده اومدن تو؟ آیا از این تسهیلاتی که دولت ایالات متحده آمریکا برقرار کرد که قرار شد ایرانیانی که تحت ظلم هستند توسط رژیم جمهوری اسلامی یا توسط رژیم‌های سرکوبگر دیگه، انسان‌هایی که تحت ظلم هستند بتونن بیان طبق این قوانین بتونن بیان به یک کشور آزادی و تو این کشور آزاد برای خودشون و خانواده‌های خودشون یک زندگی بهتری رو بسازن، آیا داره از این امکانات و تسهیلات سوء استفاده میشه و اتفاقا کسانی که تحت ظلم هستند نمیتونن بیان به آمریکا و کسانی که مزدور رژیم هستند با 1000 لابی دارن خودشون رو میرسونن به آمریکا دیگه، تا حسین الله کرم هم فرزندان خودشون میفرسته، رهبر دیگه انصار حزب الله جمهوری اسلامی، بزرگترین گروه سرکوبگر که بچهای 18 تیری حتما خوب به خاطر دارن اینها رو که با چماق توی خیابون‌ها به جون ما میافتادن اون زمان، و اینها الان فرزندانشون دارن توی آمریکا. ببینید بسیار خوب، الان تا حالا کاملا مشخصه که چه جوری است، الان چه اجتماعاتی اینجا هست، چه کارهایی دارن میکنن، و اون چه مسلمه یک نفر از این افرادی که نشون داده شده بود یا خانواده اونها، اینها نه از کوه آمدن نه از بیابان آمدن، نه فرار کردن نه پناهنده هستن، اینها در همین حتی فرست کلاس و بیزینس کلاس های خیلی راحت هم پرواز کردن، ویزان گرفتن و آمدن. سوال ما اینجاست، مورد ما اینجاست، نه سوال ما، مورد ما اینجاست که اگر چنونچه بایستی که برخوردی ایجاد بشه، قدر مسلم مورد مد نظر آقای ترامپ یک چنین افرادی است، نه ملت ایران، نه ملت ایرانی. حالا شما معتقدید که این وقتی که گذاشتن، یعنی این وقت 3 ماه 4 ماه گذاشتن، این مشکلات آتی را حل خواهد کرد به نظر شما؟ من امیدوارم، ما هم همه تلاشمون رو میکنیم با گوش‌های شنوایی که در اختیار داریم، با کسانی که باشون در ارتباط نزدیک هستیم، توی تصمیم‌گیری‌های اصلی حضور دارن و بهشون دسترسی داریم، تلاش می‌کنیم که این زمان رو اولا تا حد امکان کوتاه‌ترش بکنیم، به ویژه برای ایرانیان، و این رو کاملا روشن بکنیم. مطمئن باشید که روشن هست، مطمئن باشید که دولت اوباما همونجوری که ببخشید دولت فعلی آمریکا، دولت پرزیدنت ترامپ، همونجوری که دولت اسرائیل رو ما روشن کردیم و تو پیامی که پرایم منیستر نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو هفته گذشته صادر کردن، پیامی که به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی مخاطبش مستقیما مردم ایران بود، توی اون پیام گفت که این رو دریافت کردن که بین مردم ایران و
و اون گروه کوچک عقب افتاده ای که به ایرانیان حاکم شدن فاصله بسیار زیادی هست و رژیم جمهوری اسلامی رو کاملا از مردم ایران جدا کردن. این کار هم مطمئن باشید این کار توسط معجزه آسمانی انجام نشده، توسط خود ماها انجام شده. سفر کردیم، با این آدم ها صحبت کردیم، رو در رو نشستیم، براشون نوشتیم، توضیح دادیم، سند آوردیم که آقا مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوان و کاملا جدای از رژیم جمهوری اسلامی هستن. آقای فخرآور، فرض کنید که اگر چنانچه مثال میزنم این 3 ماه یا این 4 ماه هم گذشت و یک مقداری این حلقه را تنگتر دیدیم با روی مردم ایران، آیا کماکان جناب عالی به عنوان یک عضو ریپابلیکن و طرفدار آقای ترامپ برای جمهوری جدید کماکان همچنان طرفداری اینچنانی خواهید کرد؟ من الان اگر دقت بکنید، من الان طرفداری از پرزیدنت ترامپ یا اینجور چیزها نمی کنم. من دارم فقط به خودمون نهیب میزنم، به خود ما ایرانی ها که زیاد جهبگیر نباشیم از چیزهایی که میشنویم و تو جریان مسائل نباشیم. اگر یعنی حالا تو تا 3-4 ماه آینده جوگیر نباشیم، یعنی بازم سکوت بکنیم، بازم تن بدیم به آنچه که بر سر ما میارن، بازم تن بدیم به هر گونه توهین و هر گونه زلدتی که اصلا یه همچین چیزی نخواهد بود. هست اینطور اصلا یه همچین چیزی نخواهد بود. من فقط برای من خیلی جالب، مطمئن باشید اولا بهتون بگم ظرف حالا 3-4 ماه آینده وضعیت خیلی بهتر خواهد شد، خیلی روشن‌تر خواهد شد. تکلیف خیلی از اینها، خیلی از این مزدورانی که با گرین کارت و ویزای آمریکایی به راحتی میتونستن بیان توی این کشور، تکلیف خیلی از اینها روشن خواهد شد و امیدوارم دوباره درها هم باز بشه. ما هم گفتم تمام تلاشمون رو میکنیم که این درها هر چه سریعتر باز بشه و اگر هم تغییر ایجاد نشه و ببینیم که نه واقعا این چیزی که الان داریم میبینیم که تفاوت بزرگی رو بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی قائل هستن اینها، اگر ببینیم نه این چنین نیست و یک روزی پاشون رو کج گذاشتن، در مسیر دیگه ای گذاشتن، مطمئن باشید که توی خود من دست کم خودم رو خوب میشناسم، در اون گستاخی و شجاعتی که از خودم سراغ دارم به راحتی میتونم بیام و همین جور که جلوی خیانت‌های اوباما همیشه موضع گرفتم، اون وقت جلوی پاکج گذاشتن های مطمئنن رئیس جمهور جدید آمریکا هر کسی دیگه هم موضع خواهم گرفت. اشاره کردید به خیانت های اوباما و من رو بر اون داشت که مسئله‌ای که به خصوص هفته گذشته خودش رو خیلی اورژانتر و بهتر نشون داد در ارتباط با عملکرد اوباما و خیانتی که واقعا به من میگم به ملت ایران واقعا کرد و روز به روز وقتی که فاصله بیشتر میگیریم ببینیم که بهتر میبینیم که چقدر خیانت و چقدر بدی در حق ملت ایران کرد. واقعا میرسیم به مسئله لابیست ها، میرسیم به تریتا پارسی ها، میرسیم با ارتباطات بسیار وسیع و گسترده ای که الان معلوم شده که روزمره حتی ارتباط آقای پارسی، نمیگم هر روز ولی در شما شاید بدونید که ارتباط آقای تریتا پارسی به عنوان یک نماینده جمهوری اسلامی ایران، حالا هر چی اسمش بوده، حالا لابیست یا هر چی دیگه، در یه حد شرم‌آوری انجام شده. آقای فخرآور در این مورد گفتنی هست که صحبت بله بله، این اتفاقا آماری که بیرون اومد هفته گذشته، خب تریتا پارسی لابیست آبرو باخته رژیم جمهوری اسلامی در واشنگتن، ما دیدیم که فقط 33 بار، فقط این دفعات دفعاتیه که با ارشدترین مقامات آمریکایی، حتی خود رئیس جمهور کرده. حتی خود رئیس جمهور جانم، حتی خود رئیس جمهور با رئیس جمهور بارها و بارها، با رئیس جمهور داره. با فرست لیدی، با بانوی اول آمریکا میشل اوباما، با بن رودز مشاور امنیت ملی در واقع در دوران اوباما و بسیاری از و برای من سوال تریتا پارسی به دفعات ملاقاتش با بانوی اول آمریکا میشل اوباما در چه مواردی میتونه یک لابیست رسمی آبرو باخته رژیم جمهوری اسلامی در واشنگتن برای چی باید این همه رئیس جمهور آمریکا رو ببینه، همسر رئیس جمهور رو ببینه، مشاوران امنیت ملی رو ببینه؟ و از اون فاجعه تر سید حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود وقتی که ترور رستوران میکونوس اتفاق افتاد و بعدن توسط دادگاه محکوم شد و حتی پلیس بین الملل هم دنبالش افتاد به عنوان یک تروریست بین المللی، بعد به ایران در واقع فرار کرد، مجبور شد سفارت آلمان رو تحویل بده، سفارت جمهوری اسلامی در آلمان رو برگرده بره ایران و چند سال موند و خلاصه یک همچین فردی با این سابقه خونی که روی دستانش هست، سید حسین موسویان، در دوران اوباما به آمریکا میاد، در دانشگاه پرینستون بهش فلوشیپ داده میشه، کمکش میکنن تا کتابی رو بنویسه
و بیاد برای مذاکرات یک پلی بزنه برای همین مذاکرات هسته‌ای که بین آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی داشته انجام می‌شده. و از همه اونها بدتر توی این ملاقات‌های لیست ملاقات‌هایی که حالا بیرون اومد هفته پیش، سید حسین موسویان سه بار به دیدار بن رودز میره، مشاور امنیت ملی پرزیدنت اوباما و همینطور خود اوباما و تیم تصمیم گیرنده در کاخ سفید. و این تروریست خونخوار که حالا به عنوان یک نویسنده در دانشگاه پرینستون خودش رو جا انداخته، طراح در واقع پیشنهاد دهنده طرحی به اسم اکو چمبر به بن رودز بوده، به مشاور ارشد اوباما، که اکو چمبر رو بن رودز چند ماه پیش توی یک مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز اینجوری تعریف کرده بود، گفته بود در دورانی که مذاکرات هسته‌ای داشت انجام می‌شد، ما برای اینکه افکار عمومی رو با خودمون همراه بکنیم اومدیم مجموعه، من قبلا همین رو گفتم، مجموعه‌ای از خبرنگاران جوان و بی تجربه و بی سواد سیاسی رو که عمدتاً هم 27 ساله بودن، اینها رو دور هم دیگه جمع کرده بودیم، از هر رسانه یکی رو انتخاب کرده بودیم، ما در کاخ سفید به اینها دروغ میگفتیم و این خبرنگارها با هیجان دروغ‌های ما رو می‌بردن بیرون پخش می‌کردن و در واقع پژواک دروغ‌های ما بودن و ما به این شکل تونستیم افکار عمومی رو همراه بکنیم در درون ایران، در آمریکا و افکار عمومی بین المللی رو همراه بکنیم با مسئله این توافق هسته‌ای که اصلا توافقی در کار نبود. من قبلا هم گفتم اگر به حتی اسمش هم نگاه بکنید، در ایران اسمش رو گذاشتن برنامه جامع اقدام مشترک. دقت بکنید عبارت برنامه جامع اقدام مشترک نه توافقه، نه قرارداده، نه تعهدنامه است، هیچی نیست. برنامه جامع اقدام مشترک ایران بهش میگن برجام، در آمریکا هم میگن JCPOA، Joint Plan of Action، یعنی بازم هیچ تعهد و توافق و امضا و سند و هیچ چیزی در کار نیست. اما همین آقای سید حسین موسویان با جنگ روانی که راه انداخت، این قاتل تروریست توسط اوباما اعتبار میگیره که بیاد بره تو کاخ سفید بشینه و تازه به دولت آمریکا خط هم بده که درست توافقی در کار نیست، ولی ما با کمک این اکو چمبر میتونیم یه کاری بکنیم که همه فکر کنن ما توافق هسته‌ای کردیم. خب حالا همونجور که شما گفتید یواش یواش داره خیانت‌های اوباما به مردم ایران یکی یکی رو میشه. فخرآور، قبل از اینکه من مقدمه رو شروع کنم و جناب عالی گوش نمی‌کردید، به این مسئله اشاره کردم. ما مرتب داریم میگیم اوباما این کارو کرد، اینجوری عمل کرد، 8 سال 7 سال با ملت ایران اینجوری عمل کرد و حالا داستانی که است. و خب اوباما هم در حقیقت یک مولودی است و یک بچه است از یک، همونطور که عرض کردم در مقدمه، از یک سناریویی که آقای اوباما هم یک ابزاری است، همینطور که آقای ترامپ هم الان یک ابزاری واقعا بیش نیست، قبول کنیم یک واقعیتی است. برای اینکه وقتی که به هر حال به تاریخ مراجعه کنیم، در تاریخ لااقل 50 60 سال گذشته ببینیم تمام ابزاراتی بوده که توسط سناریو نویسان در حقیقت اینا مجری برنامه ها شدن. پس در نتیجه خود اوباما نبود که یک همین عمل کردی داشت، اون سیستمی بود که پشت این قضایا قرار داشت و ایران هم شده بود در حقیقت مورد معامله حالا این سناریو نویسان. حالا عرضم بزرگتون که داشتم الان یه فکر میکردم، اولا این موسویان همونه که قبلا سفیر ایران در آلمان بود؟ بله همونه. عجب، این همونه. و حالا برای تلطیف قضیه هم که شده و نفوذ همین آقای جمهوری اسلامی که آمد و نه تنها اورنج کانتی را گرفت، حالا بحثمون رو باز برمیگردونم به قبل، و بارها شاهد صحنه های نمیگم غم زنی ولی زنجیر زنی و خود زنی و نمیدونم سینه زنی در نیویورک بودیم، در خیابان پنجم نیویورک بودیم که بودیم واقعا، و نفوذی که کرده بود و بعد راهی که در کاخ سفید پیدا کردند، هیچ بعیدم نیست که مثلا ما آقای ترامپ رو ببینیم در حال سینه زنی در همین تکیه اورنج کانتی، مثلا در دو سال آینده داره سینه میزنه. به هر حال باید به این مسئله توجه داشت. آقای فخرآور عزیز، در مورد آقای تریتا پارسی که هفته پیش خیلی صداش در اومده بود و دیگه در و تخته داشتن میزدن واقعا، که از هر طرف یک جوری این افتادن خودشون رو و این سقوط خودشون رو به هر حال یک جوری برگردونن، در نتیجه پس ما الان دیگه در مورد لابیست ها هیچ گونه نگرانی نمیتونیم داشته باشیم آقای در رژیم جدید آمریکا؟ ببینید یکی از دستورایی که اگزیکیتیو اوردرایی که دیروز، دستورای ویژه رئیس جمهوری که دیروز پرزیدنت ترامپ صادر کرد،
مربوط به اتفاقا بحث لابیست ها بود و برای 5 سال کسانی که در دولت خود اوباما هست، دولت خود پرزیدنت ترامپ الان هستن، برای 5 سال اینها رو ممنوع کرد که بعد از حتی پایان دوره خدمتشون در سمتی که دارن در دولت تا 5 سال اجازه ندارن کار لابی انجام بدن. برای اینکه خب وقتی که کسی از دولت میاد بیرون افراد بسیاری رو میشناسه، کاری که لابیست ها میکنن، لابیست ها میان میرن، کسانی رو که در دولت هستن اینها رو پیدا میکنن، قدرت دارن توی دولت اینها رو پیدا میکنن، اینها رو به نوعی تارگت میکنن و حالا یا همون زمانی که اینها در دولت هستن شروع میکنن با اینها ارتباط برقرار کردن، پول در اختیارشون میذارن، مؤسسات مشترکی رو میزنن که از این طریق میتونن منافع خودشون رو ببرن جلو، یا اینکه سب میکنن اون افراد خارج بشن از دولت، بلافاصله بعد از اینکه خارج شدن اون افراد هنوز بسیاری رو میشناسن اون وقت توی دولت، از طریق اونها دنبال راههایی میگردن تا بخوان منافع خودشون رو گروه های لابی جلو ببرن. جمهوری اسلامی این کار رو خیلی خیلی خوب یاد گرفت، خیلی خوب یاد گرفت، فضای واشنگتن رو خیلی بهتر از بسیاری از ایرانیان خارج از کشور شناخت، نمیگم بهتر از ما چون ما همین فضا رو خیلی خوب میشناسیم و بدون اینکه بخوایم کار غیر قانونی بکنیم توی تمام این سالها سعی کردیم که همین کار لابی رو بکنیم بدون اینکه بریم اون پشت یواشکی به اون یکی پول بدیم، به این یکی پول بدیم. کاری که ما کردیم، ما منافع مشترک 2 ملت رو پیدا کردیم، ملت ایران و ملت آمریکا رو، و روی منافع مشترک دست گذاشتیم، بهشون گفتیم اگر این کار رو بکنید این کار به نفع مردم آمریکا و به نفع مردم ایران خواهد بود و تونستیم ازش جواب بگیریم. لابیست ها مثل تیم تریکا پارسی، اینها با واسطه و بی واسطه پول های کلانی رو میرن از رژیم جمهوری اسلامی مثلا دریافت میکنن و این پول ها رو میرن مثلا برای فلان مسئول دولتی میگن شما بیا برای ما سخنرانی کن، ما اینقدر برات پول میدیم. بیشتر از هر چیز اسپیکینگ فی ها، پول هایی که برای سخنرانی ها داده میشه، پول هایی که میتونن توجیهش بکنن و از اون طریق از اون فلان شخص مثلا میخوان که در اینجا برای ما اعمال نفوذ بکن. من هفته گذشته توی یکی از ملاقات های حاشیه‌ای که توی این مراسم تحلیف ریاست جمهوری داشتم با یک خانومی ملاقات کردم که نمیخوام توضیح زیادی بدم که این خانم البته قبل از توضیحاتی که میخوایم بدین، من اشاره کنم که از آقای شورتی میخوام خواهش کنم که به یه صورت این تلفن رو روی میز من بگذارن، برای اینکه موردی که مطرح کردیم در مورد آقای ترامپ و مسئله ممنوعیت ایرانیان فقط سوالای من و مسائل من مطرح شد، اینه که دلم میخواد که با چند بینندم که حالا شانس گفتگو خواهیم داشت باشون رو در حقیقت این شانس رو پیدا کنیم. آقا شورتی لطفاً اگه ممکنه تلفن من داشته باشم، شما ادامه بدید که من اون آماده کنیم لطفاً. من حالا تو این فاصله من هم یه خواهشی از آقای شورتی دارم، توی من یه عکسی هم برای ایشون فرستادم که همین اول برنامه داشتم صحبتشو می‌کردم، از استخر کوشک در مجموعه سعدآباد. اگر اون عکس رو هم بتونن آماده من بکنن روی آماده است، من روی آماده است، من روی مانیتور آقای فرهاد دارم میبینم. بله آمد اینجا. خب توضیحتون چی هست روی این عکس؟ این استخر کوشک در مجموعه سعدآباد همون جایی که دوربین هاش رو خاموش کردن و هاشمی رفسنجانی رو سرش رو زیر آب کردن و اتفاقا جنازه هم که اومد کبودی های روی جنازه هم حالا صحبت بسیاری هست که رفسنجانی رو کتک زدند تا مرگ و بعد توی آب غرقش کردند. اما این همون استخره؟ همون استخره. بعد این استخر استخریه که برای همسر پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، برای خانم فرح دیبا ساخته شده بود در مجموعه سعدآباد. و این نکته‌ای که از چشم بسیاری دور موند اینه که قلعه حیوانات رو حتما خوندید جناب صدر، کتاب قلعه حیوانات جورج اورول رو؟ نه نخوندم. نه خیر، من توصیه میکنم این کتاب رو حتما بخونید. مطمئنم خیلی از بینندگان، چون جوانها نسل ما و نسل بعد از ما و اینا تقریبا فکر میکنم همه کتاب قلعه حیوانات رو نه فقط خوندن بلکه رو اون کتاب میتونید از اون امتحان هم بگیریم. بعد این کتاب با اینکه جورج اورول این کتاب رو در اواخر دهه 50 میلادی نوشته، اما بسیار نزدیک به سرنوشت ما ایرانی هاست. این کتاب رو برای اتحاد جماهیر شوروی نوشته بود اورول، اما کاملا ما میبینیم که سرنوشت ما ایرانی هاست که در یک مزرعه حیوانات انقلاب میکنن، خوک ها در واقع حیوانات رو تحریک میکنن برای انقلاب و صاحب مزرعه رو بیرون میکنن و قوانین اساسی جدیدی رو مینویسن، بعد
و به این شکل روی استبل، روی دیوار استبل قوانین رو می نویسن و خوک ها میان حاکم میشن. اما خیلی جالبه، آروم آروم این خوک هایی که حاکم میشن بر مزرعه حیوانات، اول اعلام میکنن که انسان هایی که مزرعه دار در واقع انسان ها جنایتکار هستند و فلان هستند، از ما سوء استفاده کردند و خونه مزرعه دار رو پلم میکنن و میگن هیچ کس حق نداره بره اون خونه، فقط به عنوان یک موزه عبرت در واقع توی مزرعه میمونه که همه حیوانات ببینن که وقتی که حیوانات در استبل بودن، در سرما بودن، روی کاه میخوابیدن و روی زمین میخوابیدن و اینها، چقدر در خانه راحت و امنی مزرعه دار زندگی میکرده. اما یه مدتی که میگذره حیوانهاش متوجه میشن که خوک‌ها یواشکی دارن جایی میرن و شب‌ها جایی برنامه‌ای دارن، خلاص دنبالشون میکنن، میرن یواشکی از پشت پنجره. بله. ترسناک‌ترین صحنه کتاب علیه حیوانات، صحنه‌ای که حیوانات بیچاره مزرعه انقلابیون از پشت پنجره نگاه میکنن، میبینن خوک‌ها دیگه روی چهار پا هم راه نمیرن، روی دو پا راه میرن، لباس‌های انسان‌ها رو هم میپوشن و مشروب میخورن دور میز توی همون خونه‌هایی که باید موزه عبرت میبود که چقدر کار بدی میکنن انسان‌ها در اونجاها زندگی میکنن. اما داستان هاشمی رفسنجانی، ساده زیستی‌های انقلابیون، انقلابیونی که اومدن با کاخ نشینان در افتادند و پادشاه ایران رو به اتهام این که کاخ نشین بود از کشور روندن و بسیاری از مسئولین حکومتی رو 38 سال پیش همین روزها دستگیر و اعدام کردند با اعدام‌های انقلابی وحشیانه خودشون. کسی مثل امیرعباس هویدا رو، مرد بزرگی که در پایان زندگیش فقط یک اتاق برای خودش داشت توی دفتر نخست وزیری که اونجا زندگی میکرد. با در آستانه همین 22 بهمن هستیم، هفته آینده رو به این موضوع تخصیص میدیم، ولی چون وقتمون بسیار محدوده، بذارید من تهش رو ببندم فقط. ببندید لطفا اگر اجازه بدید. تمام. که هاشمی رفسنجانی ساده زیست در استخر ملکه ایران، ملکه سابق ایران، هر هفته دو روز میرفته برای شنا و برای اینکه آرامش پیدا بکنه. این چیزی که آوردن توی تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که توی این استخر کوشک مجموعه سعدآباد ایشون دائم میرفته و تمام مسئولین جمهوری اسلامی، تمام این آخوندها، خوک‌های حاکم بر ایران، همه اینها از مجموعه‌های کاخ‌های سلطنتی ایران دارن استفاده میکنن برای مهمانی‌های خودشون، برای استخر رفتن‌ها، برای برنامه‌هایی که دارن، برای زندگی کردن‌هاشون. و فقط برای مردم این چیزها بد بود، برای خاندان سلطنتی بد بود، اما برای خوک‌ها و این آخوندهای حاکم بر ایران این چیزها خیلی هم خوبه. خیلی متشکر. البته هفته آینده عرض کردم که در ارتباط با نزدیک شدن 22 بهمن، این روز نحس تاریخ ایران، ما به گفتگوهای بیشتری خواهیم پرداخت. ضمن این که ما قرارمون علل اصول بر این بود که شروع ما بر مبنای کتاب رفیق آیت الله بود که ادامه بدیم، که بسیار بحث‌های مختلف و گوناگون و متنوعی بود که ما هنوز وارد مرحله اولش هم هنوز نشدیم، برای اینکه بحث‌های جدید تری به وجود اومد. مسائل روز بود، رئیس جمهوری آمریکا بود و اتفاقاتی که افتاد طبیعتاً ایجاب میکرد که روش صحبت بکنیم و ادامه خواهیم داد رفیق آیت الله رو طبیعتاً. و الان با عذرخواهی از بینندگانی که رو خط هستن، همه خطام روشن هست، تمنا میکنم که خیلی مختصر، مفید و بیشتر از یک دقیقه سوال یا مورد طول نکشه، تمنا میکنم. خیلی متشکر. خط شماره یک بفهمید لطفا. شما جناب صدر و مهمان گرامیتون، طوفان هستم از مونترال کانادا. جناب صدر عزیز، بعد از تسلیت گفتن به زرتوشای فرشتگان زمینی ایران زمین، به خانواده هایشان و آنها شهیدای جان باخته ای نیستن که به نام شهیدان حرم حسین باید دفن بشن، اونها شهیدانی هستن که باید در قطعه جانبازان که برای خاک ایران زمین در زمان 8 سال جان فدا کردن تا ایران عزیز را آزاد کنند و ملت ایران عزیز را آزادی ببخشند، جای این شهدا در آن قطعه است و گرامی. خیلی مشکر، حتما همینطورم خواهد بود. لطفا مدید خط شماره بعد لطفا. الو. سلام از شهر. سلام از بنده است قربان، هم بفهمید. روز بخیر. خیلی ممنون از زحماتتون. اختیار دارید کار نکرد آقای سعد جونم. عذر میخوام، من بسیار از دست این آقای فخرآور
ناراحتم. بله. من هر بار که مردم میومدن بهشون سعادت میکردم، من همیشه زنی میزم ازشون دفاع میکردم، من که ایشون از آدم آزادهی میدونستم. آقای فخرآور، شما میگین که جمهوری اسلامی امریکایی ها رو گروگان گرفت درست به دستور روسیه؟ خب این مردم ها بدبخت 37 سال گروگان جمهوری اسلامی هست. تو سری زدن به مردم ایران چه مبارزه با جمهوری اسلامی که شما نشستی دفاع میکنی؟ من انقدر عدد شما امروز نارتم باورم نمیشه شما شخصیتی هستی که تا همین هفته پیش من آخرین نفر بودم زن شما دفاع کردم. این یه حرکت فاشیستی نیست؟ خب این آدم که سابقه این موسویان و تیتا پارسی رو میدونه، چرا اینا رو نمیاد بیرون بکنه به مردم بدبخت؟ چی کار داره اون دانشجویی که افته پدر مادرش رو ویزا گرفته راش نمیدن؟ این چه دفاعی شما میکنید؟ آقای فخرآور عذر میخوام، من شما رو آدم آزاده میدونستم. آدم آزاده کسی که به موقعش از اینکه دفاع کنه، وقتی دید خط قرمز رد میشه و مسائل انسانی زیر پا میذاره دفاع نکنه. شما چه دفاعی؟ ما صبر کنیم که چی بشه آقای فخرآور؟ ما صبر کنیم جرزده نشیم؟ صبر کنیم این آقای ترامپ هنوز یه هفته نیست شما رو این کار داره با مردم میکنه که سینه براش چاک کردن؟ ایرانی ها یکی از دلایل انتخاب آقای ترامپ بودن که من متاسفانه هشدارم دادم، ولی خب کسی توجه نکرد. بعد این آدم سالی که نکوس از بهارش پیداست وایسی میگه تحمل کنیم جرزده نشیم که ایشون چیکار کنه؟ قدم بعدیش چیه؟ چه این مردم بدبخت که به امریکا پناه آوردن محروم کردن و تو سری دادن به اینا، چه اینا چه مبارزه با جمهوری اسلامی؟ آقای فخرآور به من بگین شما که نشستین دفاع میکنین. خیلی مشکر قربان، شنیدیم، منم شنیدم. البته من هم با شما در این مورد همصدا هستم و این همصدایی با شما رو من قبلا در شروع برنامه آقای فخرآور به ایشون توضیح دادم و جواب گرفتم. مزارک باز هم به جواب ایشون به جناب عالی گوش میکنیم. آقای فخرآور لطفا. خواهش میکنم. من درک میکنم نگرانی های این هموطن عزیزمون رو، ولی ببینید عزیزان، اولا این قانون برای ویزاهای دانشجویی نیست، برای ویزاهای بیماران نیست، به هیچ عنوان شامل اونها نمیشه، اونها میتونن بیان برن، هیچ مشکلی برای اونها وجود نداره. و موارد دیگه ای که ببینید، خب خیلی ها، من میدونم خیلی از ایرانی ها از اینجا دارن سفر میکنن میرن، خیلی ها میان پناهندگی سیاسی میگیرن و بعد سفر میکنن میرن ایران، داخل ایران بیزنس های خودشون رو دارن، میرن خانواده ها رو ببینن اینها. و من فکر میکنم ما اینقدر که عصبانی میشیم از اینکه، من دیدم مثلا خود جمهوری اسلامی هم اومده بود اعتراض کرده بود که آی بله چرا آمریکا ویزا نمیده ایرانی هایی که باید بیان. بله جمهوری اسلامی اعتراض داره، خیلی جالبه، اعتراض داره چرا آمریکا ویزا نمیده به کسانی که ما شکنجهشون میکنیم در ایران، ما زندانیشون میکنیم، ما فراریشون میدیم، ما به جرم اینکه بهایی هستند، به جرم اینکه یهودی هستند، به جرم اینکه مسیحی هستند، به جرم اینکه معترض هستند، به جرم اینکه ما رو قبول ندارن، به جرم اینکه سیاسی هستند، به جرم اینکه نویسنده هستند، به جرم اینکه متفکر هستند، ما این افراد رو، به جرم اینکه بعد حجاب هستند، ما این افراد رو میگیریم، شکنجه میکنیم، چرا این افراد رو راه نمیدید بیان در کشور شما ای آمریکای جنایتکار؟ و خیلی خنده داره، یعنی تاریخ داره یک طنز بزرگ رو برای ما ایرانی ها اجرا میکنه و ما هم داخل این شدیم. و بله دوست داریم، من هم دلم برای ایران تنگ شده، منم 11 سال ایران رو ندیدم، منم دلم برای بوی خاک ایران تنگ شده، منم دلم برای بوسیدن خاک ایران تنگ شده که پدر من بخشی از خاک ایران الان دفن شده در اونجا و بخشی از خاک ایران شده. خیلی از شما عزیزان هم دلتون تنگ شده، من مطمئنم ما سالهاست ایران رو ندیدیم. خیلی از ایرانی‌ها هستن که دوست دارن برن حالا هر سال برن یک سری به ایران بزنن برگردن، همه اینها قابل درکه، ولی خیلی از اونهایی که من میشناسم و میرن ایران سر میزنن با ترس و لرز تو کوچه خیابون‌ها توی خونه‌ها که مواظب باشید فلان چیز رو نگید، مامورین رژیم بشنون فلان چیز رو. آیا تصمیم داریم ما ایرانی‌ها که یک اعتراض بزرگی رو در بیرون کشور شروع بکنیم، در کنار مردم دنیا بایستیم با هم دیگه و کمک بکنیم به اون 80 میلیون ایرانی که در درون مرزهای ایران به زندان افتادن، در زندان حماقت‌های رژیم جمهوری اسلامی اسیر شدن؟ آیا ما 6 میلیون ایرانی بیرون ایران به جای اینکه بشینیم برنامه ریزی بکنیم که سالی دو بار چجوری بریم توی ایران سر بزنیم خانواده هامون رو بگیریم، ببینیم تصمیم داریم بیرون ایران دست به دست هم دیگه بدیم و اون 80 میلیون ایرانی رو که در درون ایران هستن نجاتشون بدیم از زندانی که رژیم جمهوری اسلامی براشون ساخته؟ آیا می‌خوایم این کارو بکنیم؟ همش نشستیم غر می‌زنیم که آی چرا دولت آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی همکاری می‌کنه؟ چرا دولت
آمریکا هی اجازه میده این مسئولین جمهوری اسلامی خانواده هاشون رو بفرستن، وقتی که دولت آمریکا حالا دولتی میاد که اجازه نمیده دیگه مسئولین جمهوری اسلامی بخوان خانواده هاشون رو بفرستن، ما یه دفعه شاکی میشیم، یه دفعه کاسه داغ‌تر از آش میشیم. همین انرژی رو، همین خشم رو، همین توان رو لطفاً بذارید برای اینکه ما 6 میلیون ایرانی بیرون ایران دست به دست هم دیگه بدیم و غیرتمندانه علیه رژیم جمهوری اسلامی بجنگیم. بریم همین دیشب کولبرها بهمن روشون ریخت، کسانی که برای سیر کردن شکم خانواده های خودشون و میدارن بسته های بسیار سنگینی رو از مرز جا به جا میکنن، صدها کولبر زیر بهمن دفن شدن. چند خبر از اینها رو ما در شبکه های اجتماعی دیدیم که انقدر ایرانی های بیرون ایران یک دفعه همه با هم شاکی شدن، ای وای ترامپ لعنتی چرا نمیذاری ما بریم در اون کشوری که زیر دیکتاتوری قرار گرفته بریم اونجا یه چند روز نفس بکشیم و برگردیم بیاییم آقای فقرابند به خودمون بیاییم چیکار داریم میکنیم؟ آقای فقرابند خیلی متشکر از ابراز احساساتی که به عمل آوردید، اما آیا برای اون انسجام و برای اون باخبر کردن و برای اون رهایی اون 80 میلیونی که الان بهش اشاره کردید، آیا لازمش این نیست که مثال میزنم خود جناب عالی به عنوان یک عضو ریپابلیکن، به عنوان یک فردی که از من نوعی به مراتب بیشتر میتونید در ارتباط قرار بگیرید، لااقل میتونید پیامتون رو با آقای ترامپ برسونید و بهشون مشخص کنید که در حقیقت من مطمئنم که هنوز آقای ترامپ با تمام این توضیحاتی که فرمودید هنوز نمیدونه که فرق این دوغ و دوشاب چی است، نمیدونه که فرق کیفیت کلیه درصد بالایی از مردم ایران فراتر از اونیه که ایشون بخواد در ردیف پایین ترین کشورهای قرار بده که این حق رو ملت ایران مستحقش نیست. واقعا آیا خود شما امروز این وظیفه رو به خودتون میدید که در این ارتباط توجیه کنید، به اونها یادآوری کنید و این تفاوت رو برای اونها روشن‌تر بکنید؟ جناب صدر این کار رو کردیم و میکنیم و شبانه روز هم میکنیم. من دیشب و امروز هم با همین وضعیت سرماخوردگی باز هم ارتباط داشتم، شروع کردم گفتم و اینجا من دارم دفاع میکنم از این تصمیم، برای اینکه درسته تر و خشک با هم به نظر میاد دارن یک جاهایی میسوزن، اما در نهایتش وقتی که ما میخوایم درمان بکنیم، وقتی عفونتی گرفته جایی رو، زدن تیغ برای خارج کردن چرک و عفونت درد داره، اما در نهایت مطمئن باشید این اعتراض رو ما این بر هم به دولت میکنیم که ای کاش با فکر بیشتر، با برنامه ریزی بیشتر که کمتر این آسیب ها وارد بشه و بیشتر برای مردم توضیح داده بشه این کار انجام میشده و حالا هم قول رو گرفتیم ازشون که هرچه سریعتر این مسئله رو، به ویژه برای ایرانی ها، این مسئله رو حل میکنن. اما من امیدوارم که ایرانی ها هم هرچه سریعتر این براشون یک تلنگری باشه که باور بکنن که جایگاهشون به خاطر سکوتشون در بیرون کشور و فشاری که در درون داره وارد میشه، جایگاه ایرانی ها به خاطر رفتار جمهوری اسلامی رفته در جایگاهی در حد همون سومالی و نمیدونم لیبی و اینها قرار گرفته و امیدوارم ما ایرانی ها به خودمون بیایم و دوباره ایران رو بتونیم به اون جایگاه پرشکوه خودش برگردونیم و اون جایگاه رو در یک صحنه ای که از آقای شورتی خواهش کردم که نشون بده، در یک پلاکارد ساده ساده اون جایگاه ایرانی داره، منتها باید این حاکمین بر آمریکا متوجه این جایگاه باشن. به همین دلیل بر مرسی آقای شورتی. آقای فرهاور در فرودگاه نیویورک که یه ادعی را اونجا گرفتن نمیذارن بیان، این پیرمرد آمریکایی پلاک به دست آمده که میگه که ایرانیان دکتر از کیپینگ می الایو، دکترهای ایرانی منو زنده نگه داشتن. این جایگاه ایرانی است جناب آقای فرهاور. ما این جایگاه ایرانی رو ازش دفاع میکنیم، اما جناب صدر عزیز جناب. تعداد دکترهای ایرانی، تعداد متخصصین ایرانی که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا هستند، نسبتشون به نسبت تعداد بسیار فراوان مزدوران رژیم جمهوری اسلامی که اومدن، یعنی شاید به نسبت دیگه 100 در 1 میلیون شده، یعنی اصلا یک نسبت باور نکردنی. شما نمیتونید عمق فاجعه رو تصور بکنید که در 8 سال اوباما در چه میزان و مقیاس گسترده‌ای مزدوران رژیم جمهوری اسلامی رو تونستند وارد بکنه اون رژیم به خاک ایالات متحده آمریکا، که برای همه ماها و برای تمام حیثیت ایرانی خطرناک است. امیدوارم همچنان ایرانی ها رو ما
با همین دکترها و مهندسین و دانشمندان فضایی بشناسیم ظرف چند سال آینده. این مزدورانی که من میبینم وارد شدن و همه اینها با هم دیدیم توی تکیه های اورنج کانتی چجوری دارن به سر و هیکل خودشون میزنن اینها. امیدوارم ما روزی رو شاهد نباشیم به زودی که تروریست های ایرانی جایی رو توی آمریکا منفجر بکنن. آقای فخرآور همون آقای اوبامای رئیس جمهور قبل آمریکا باعث شد طبق آمار رسمی که منتشر کردند بگویند که 30,000 خانواده اطلاعاتی جمهوری اسلامی به آمریکا اومده. آقای فخر این دردآوره. حالا به وقتمون کم، خط شماره بعد. درود بر شما، بفرمایید لطفا. زمان داره پخش میشم. آقای دانیل شما هستی؟ من با آقای تقریبا یه سوال فقط داشتم. آقای دانیل شما هستی؟ من نه آقای دری نیستم. بفهم گرفتم. بعد آقای تقریبا من درباره اصل برنامه الان درباره مهاجرت نیست، ولی درباره برنامه که تو استادی امریکا داشتن، درباره کتابی که نوشتن تو فرهای نمیدونم درباره خونه بود و اینا. بعد تو اون کتاب آقای تقریبا گفتن که آقای خامنه‌ای در دانشگاه هم پاتری سلامون هم روسیه درس خوندن و اون انفجاری که انجام شده بود در دفتر ریاست جمهور در اون دفتر یوندان مرچی، اون علکی بود، یه خانوم بود به اسم کودی به اسم لی که سب سوزنجویشون کار کرده و اون باسته از دست آقای خامنه‌ای شد. من فقط میخوام این چیزه بگم، مادر من آن که من هست ایشون پرستار بودن و اون شب آقای صدر هستن، اون شب اصلا تقریق میشستون باشه مادر که پرستار بودن میشستون باشه. الو سلام، خسته نباشین. عذر میخوام، حالا نمیدونم اصلا بعضی مهم هست که این آدم داره دروغ میگه اونجا بغلتون نشسته یا نه، ولی خیلی خنده داره. مثلا این تلویزیون ها رو نگاه نمی کنم. تصادفی اون شب یکی از این تلویزیون ها رو دارم دیرم این آقا کروات نارنجی نشسته. ببینید صحبت کروات نیست، شما کروات نارنجی و سرخ نه ببینید دیگه کم راستی نکنید، اصل مطلب رو بگید لطفا. همون نه من دارم میگم اون شب، یعنی این قیافه این تصویرشون اولین بار بود میدیدم. من به کروات شما پسر خودم سر به کروات خوم دیدم. ببینید شما تو کروات گم شدید. اجازه بدید که وقت پایان وقت هست، فرصتی هم نداریم واقعا. عذرخواهی میکنم و جناب صد من سوال این دوستان رو دوست داشتم متوجه بشم، نفهمیدم سوال چی بود. رفتن تو کروات و داستانهای وقت گیر هست. من دلم میخواد سوالی که مطرح میشه خلدست پوسکنده صاف و ساده بیان بکنن، اینقدر حاشیه نرن. من از حاشیه اصلا خوشم نمیاد به هیچ وجه. به هر حال با یک دنیا عذرخواهی. آقای شهرتی عزیز فرصت داریم؟ 4 دقیقه وقت داریم با کمال میل. آقای فخرآور اشاره میکردم به مسئله که شما در ارتباط با وایس آف آمریکا و 2 هفته پیش که صحبت داشتید کردید و برای همین داستان مرگ، حالا داستانش مفصله، اگه بخوام بهش بپردازیم بازم وقت ما رو خواهد گرفت. تمنا میکنم که اگر براتون چیز مشخص نبود باز به آرشیو وایس آف آمریکا مراجعه کنید، برنامه 2 هفته پیش آقای فخرآور رو مستقیم تر ببینید خودتون. عرضم به حضورتون که 4 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقهش مال شما، بفرمایید لطفا. الو سلام سرکار خانم، هم بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه‌هایتون، خیلی سلام میکنم به مهمان عزیزتون. فقط یه سوال دارم، هم بفرمایید. چون که دارن اینقدر طرفداری از این آقا میکنن، آیا این آقا، برای من سواله، نمیگم هست یا نه، آیا این آقا هم نمیخواد بیاد ما رو به این حرفا گول بزنه و بعد از 2 ماه 3 ماه بیاد بدتر و بدتر برای ایرانی ها بکنه؟ یک. دوم اکان عمومی رو چیکار میکنی؟ الان هر جا میری میگن ایرانی تروریسته. این سوم این که یا منی که مادرم مریضه هیچ کسا در ایران نداره و باید برم بالا سرش، کاری به جمهوری اسلامی یا چیز دیگه ای ندارم، خودم مخالفشون هستم، ولی من باید این وسط چه کنم؟ دختر دوست من که داره زایمان میکنه کسی نیست، اولین نوشه، باید 2 ماه یا 3 ماه دیگه به ایران بره و بخواد اونجا بالا سر بچهش باشه، باید چه کار کنه؟ این سوال منه. به فرض تلویزیون گوش میکنم. خیلی ممنون از همه برنامهاتون. خیلی محبت فرمودید، سوالتون بسیار بسیار منطقی است. نمیخوام من جوابگوی آقای فخرآور باشم، خودشون پاسخ خواهند داد، ولی تصور میکنم که ایشون معتقد خواهند بود که این مدت موقت 3 ماه رو به هر ترتیب برای بهبود آینده و نظری که البته ایشون دارن باید تحمل کرد. آقای فخرآور لطفا. خواهش میکنم. اولا این همونجور که من اول برنامه هم گفتم، این قانون هیچ ارتباطی به مسائل
بیماران و حتی ویزاهای دانشجویی اینها نداره، اونها سر جای خودش هست و کسانی که برای بیماری میخوان بیان برن یا میخوان مواردی که این خانم ذکر کردن هیچ مشکلی براشون پیش نخواهد اومد، میتونن برن بیان. اگر به قانون، به متن قانون نگاه بکنید میبینید عملا هیچ مشکلی در این موارد وجود نداره و پرزیدنت ترامپ اولین نفری نیست که این کار رو کرد. در سال 2011 هم اگر خاطرتون باشه این همین کار رو اوباما با عراقی ها کرد، وقتی که مشخص شد هسته ای از عراقی های پناهنده اومدن به داخل آمریکا و برنامه‌ریزی کردن برای اقدامات تروریستی، برای 6 ماه ورود عراقی ها رو به طور کامل ممنوع کرد با آمریکا، پناهنده یا غیر پناهنده، و ما سر صدایی از رسانه ها اون موقع نشنیدیم. اما الان چون همه میخوان به هر دلیلی بیان یک حمله ای به رئیس جمهور جدید آمریکا بکنن چون جمهوری خواهه، ما شاهد این هماوایی سنگین رسانه‌ای هستیم که خب تریتا پارسی هم الان چوب رهبر ارکستر رو برداشته و رفته اون جلو وایستاده و داره سعی میکنه رهبری بکنه این ارکستر. اما برای این خانم عزیز اطمینان داشته باشید که مشکلی برای بیماران نیست، برای دانشجویان نیست و حتی در موارد خاص تو خود قانون هم ذکر شده کسانی که برای پناهندگی هم دارن اقدام میکنن موارد خاصی که تایید بشه واقعا اینها مشکل دارن و باید پناهنده بشن به کشور و جونشون در خطره، اونها هم مسائلشون حتی توی همین 3 ماه هم، توی همین 3 ماه 4 ماه هم مشکلی نخواهند داشت برای وارد شدن به آمریکا. یعنی تا اونجایی که من قانون رو دیدم فقط برای سوریه‌ای ها به طور کامل منع شده که پناهندگان سوری به هیچ عنوان حق ورود ندارن چون تعداد بسیار بسیار زیادی رو اوباما وارد کرده و حالا بعد اونها رو بررسی بکنن. اما برای بقیه ملیت‌ها، برای اونها و به ویژه برای ایرانی‌ها موارد خاص هنوز وجود داره، هنوز بک‌گراند‌ها رو چک می‌کنن و اینا میتونن بیان برن. یعنی این چیز هولناکی که داره براش تبلیغ میشه این قانون به هیچ وجه نیست. و یه نکته دیگه هم گفتن که ما ایرانی‌ها رو تروریست می‌دونن، چشمون رو باز کنیم. ما ایرانی ها رو 38 ساله دارن تروریست خطاب میکنن و انقدر دیگه حالا ما ایرانی های بیرون کشور با خودمون رو در وسی نداریم که وقتی یه خارجی میاد میپرسه از هر 10 تا ایرانی 9 تاشون میگن وی آر پرژن، نمیگن وی آر ایرانیان، برای اینکه خجالت میکشن، برای اینکه وقتی میگن ایرانیان اولین چیزی که تو ذهن طرف مقابل میاد اون خارجی میاد میگن او یکی از همون تروریستا. البته این... من اینجا اصلاح کنم، خجالت نمیکشن آقای پهراور، اینها احتیاط میکنن، یه مقداری بیخردی و بیتوجهی پرسنده رو مد نظر قرار میدن و میگن ویار پرشین، برای اینکه به اون مسئله مواجه نشن که اون فکر در ذهن اون آقا متبور نشه. فقط به خاطر خجالت نیست، خجالت نیست، اون به خاطر توجه به بیتوجهی طرف مقابلشون است به نظر من. پس تلاش بکنیم جناب صدر، تلاش بکنیم تا ایرانمون رو به جایی برسونیم که شایسته ما ایرانیان باشه و حکومتی شایسته ما ایرانیان روی کار بیاد. واقعا تلاش بکنیم و این شدنیه. آقای فرهاور خیلی متشکرم، ولی باز من به عنوان نقطه عطف این برنامه که یک مورد اشاره کردم، باز از شما من هم به نمایندگی میخواهم، از شما، چرا شمایی که به هر حال در ارتباط هستید، نزدیک هستید و گفتم که از خیلی از ماها بهتر میتونید که لااقلش یک پیامی رو، پیام تفکیک و پیام ملت ایران، مردم واقعی ایران، مردمی که رفیق آمریکا هستن، مردمی که دوستدار آمریکا هستن، مردمی که به هر حال در طول سالیان گذشته نشون داده شد که در چه ارتباط معنوی و عالی و نمیدونم خوبی با و محکمی با ملت آمریکا هستند رو، اینا رو یادآوری بفرمایید که بلکه انشالله ما روزی، نه انشالله میگم، حالا بعضی میگن چرا میگه انشالله، انشالله در مقامی قرار بگیریم که در بالاترین رده احترام اون چیزی که مستحق اون هستیم قرار بگیریم. آقای فخرآور به امید خدا، به امید یزدان پاک، خیلی متشکرم از لطفتون و امیدوارم که هفته بعد اونقدر مسائل آرامش پیدا کنه که بتونیم برسیم به رفیق آیت الله. خیلی متشکرم، روز بخیر. پاینده ایران. پاینده ایران.